تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج از ایران از شما انتقاد میکنن و میگن گزارش های شما تأثیر خاصی بر بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نداشته. پاسخ شما به این افراد چه هست؟ خب من همه انتقادها و همه اعتراضها رو در واقع میشنوم، اون هم در با توجه به این روحیه‌ای که این رو بیان کردن. اما باید این رو هم یادتون باشه که من تحت چه محدودیت‌هایی کار می‌کنم. بهتون گفتم از زمانی که از سال 97 این مأموریت رو بر عهده گرفتم به من اجازه دسترسی به ایران داده نشده. این بسیار بسیار مهمه و شورای حقوق بشر و جامعه بین المللی باید این موظفن به من کاری کنه که من دسترسی پیدا کنم. این برای کار من بسیار مهمه. اما مقامات ایران این قدرت رو دارند که بگن ببخشید ما اجازه نمیدیم این فرد بره توی کشور. خب من چه کار میتونم بکنم؟ چه کار باید بکنم وقتی کشوری با قدرت ایران به من اجازه نمیده که دسترسی بلا مانع داشته باشم؟ تنها چیزی که اون ازش میترسن اینه که من اونجا برم و اونها رو افشا کنم، دستشون رو کنم. بنابراین اونهایی که از من انتقاد میکنن باید محدودیت هایی که تحت اون در حال فعالیت هستم رو درک کنن و این محدودیت ها مسائل شخصی خود من هم مطرحه. من همونطوری گفتم من یک نفرم و یک تیم خیلی کوچیک دارم در اختیارم تا بتونم تمام این موارد نقض رو مانیتور کنم. من یک کارشناس مستقلم، من به صورت داوطلبانه کار میکنم برای حمایت از مردم ایران. من برای کاری که میکنم هزینه زیادی کردم و دشواری من اینه که هیچ گونه ساز و کاری در اختیار ندارم که مقامات حکومت ایران رو مجبور بکنه که کاری رو انجام بدم. من فقط میتونم اشاره بکنم و برجسته بکنم موارد رو. از من خواسته شده که گزارش بدم به مجمع عمومی و شورای حقوق بشر. ای کاش میتونستم که ابزارهای بیشتری در اختیارم بود و میتونستم تأثیر بگذارم بر رژیم ایران تا روشهاشو عوض کنه، و اما وضعیت این نیست. نگاه کنید به مأموریت من. مأموریت من یک سازوکار گزارشگری است. بسیار ابزارهای محدودی در اختیارم هست. گفتم که داوطلبانه هست. من داوطلبانه کار میکنم و با یک تیم خیلی کوچک کار میکنیم و با همچین چالش های عظیمی روبرو هستیم، و من امیدوارم که طی این 6 سالی که در این مقام بودم، در این منصب بودم، تونسته باشم موارد بسیار زیادی از نقض حقوق بشر رو افشا کرده باشم. من در کنار مدافعان حقوق بشر در ایران همکاری کردم، کار کردم، از هدف اونها حمایت کردم، و یک مسئله مهم اینه که تغییری که اتفاق میفته، فکر نکنید تغییر در چارچوبی که ما داریم انجام میدیم، یک رژیمی با این شرایط که از سال 57 خودش رو جا انداخته و ریشه دوونده با یک گزارش میتونه در هم بریزه و فرو بپاشه. اما من دارم میبینم یکی از نتایج مهمی که از این مأموریت من خارج شده اینه که اونها دارن واکنش نشون میدن و این واکنش ها رو دارید میبینید در برابر چشمتونه و جهانی رو میدونه. بنابراین من خیلی امیدوارم که جامعه بین المللی هر چه زودتر واکنش نشون بده به توصیه های من. مقامات ایران، مقامات حکومت ایران توصیه های من رو بپذیرند و یک تغییر واقعی در زمینه احترام به حقوق بشر، رعایت کرامت مردم ایران شاهد باشیم.